نفسم را پر پرواز از توست، به دماوند تو سوگند که گر بگشایند بندم از بند، ببینند که آواز از توست. همه اجزایم با مهر تو آمیخته است، همه ذراتم با خاک تو آمیخته باد. خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته باد. هرگز از یاد من سر به خرامان نرود، هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود. آنچنان مهر تو در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و جان نرود. او تا قبل از انقلاب گوینده با سردبیر خبر، تهیه کننده برنامه های رادیویی و کارمند رسمی خبرگزاری پارس بود و در دوران انقلاب از معدود کسانی که پستش را ترک نکرد و به اعتصابات نپیوست و به همین جرم هم به عنوان ضد انقلاب از کار برکنار شد. چون میخواست به مبارزش ادامه دهد، راهی جز خروج ناخواسته از وطن نداشت. او پیکارش را خارج از ایران به هر طریق و از هر راه ممکن ادامه داد و تا دو ماه قبل از فوتش که بالاجبار راهی بیمارستان و بستری گردید، همچنان مقاوم استوار و پابرجا به مبارزش ادامه داد. سوال من اینه که خارج جان لباس سیاه رو بده همشه باش آورد بیر. برای چی؟ برای که شما یه شوهر شادی داشتید. 25-26 سال پیش در یک از مهمونی ها تو دلفت، حتی من جزو ایرانی هستم که 45 سال اینجا زندگی میکردم، گفت یه آقای از ایران پرنده شده، صدای قشنگی داره و اصفهانی. گفتم این من باید بشناسم، باید ببینمش. برای که موقعی که بشی اصفهانی هم میرین همیشه گز و شیر میبینه همیشه اونجاست. با اینکه باش دوست شدم یه سالهای اول کمتر، ولی یواش یواش دیدم که آدم خیلی فهمیده‌ایه و منم از خیلی چی یاد می‌گرفتم. بلکه من از 14 سالگی اومد بودم اروپا، هیچ خبری از دوره شاه، از دوره خمینی و اینا نمی‌دونستم. اخبار من رو منوچهر می‌داد، یعنی خبرنگاری پارس که در ایران کار می‌کرد اینجا شد خبرنگاری پارس خصوصی من. ولی ما فکرامون فرق می‌کرد با هم دیگه. ایشون تابوتی بود، منم نه به چپ کار داشتم نه به راستی. اینجا تو هلند موقعی که شما 40 سال زندگی بکنیم یواش یواش سوسیالیست میشین و اصلا با شاه و خمینی و اینا کار نداریم. ولی اذیتش میکردم، برای که من جنس من مال مشهدم، مشهد یه معمر اذیت میکنم. یعنی ما از امام رضا همون شروع کرد تا بنده که امروز نشستم اینجا که الان های دخال رو اذیتش کنم. هرچی اون میگو من برعکسش میگفتم، میگفت آقا مثلا میادم از اون هوایی بود های جان عکس شعبانو فرد اتاق کنید. منم رفتم یه عکس پلی بوی بزرگ برایش خریدم، بگم که بغلش آویزون بکن دیگه، هر دوتاشون خوش کردم. خنده شروع شد. نه یه چیه آدم اگه واقعا